اگر در این محیط جوانی بی سواد با پشتکار و ایمان تونسته به چنین موفقیت هایی دست پیدا کنه آیا دیگران به خصوص تحصیل کرده های ما نمیتونن از این همه موهبت استفاده کنن و پیروزی رو در آغوش بکشن محسن آزمایش سلام به همه شما که در زربوک همراه ما هستید با یک ویدیوی دیگه از کارآفرینهایی که مربوط به قبل از انقلاب هستند در خدمت شما هستیم به شما پیشنهاد میکنم این ویدیو جذاب رو از دست ندید و تا آخر همراه ما باشید چرا که محسن آزمایش یک آدم کاملا خود ساخته هست و روی پای خودش میسته و به موفقیت‌های بزرگی هم دست پیدا میکنه محسن آزمایش سرنوشتی تقریبا متفاوت با دیگر کارآفرین‌های قبل از انقلاب داره چرا که محسن آزمایش نه پدر و خانواده تاجری داشته نه ارث و میراث پدری داشته که از اونها استفاده کنه و سرمایه کسب کنه و تجارت و یا کسب و کاری راه بندازه و نه مشاوری داشته و نه حتی تحصیلات آکادمیکی داشته محسن آزمایش میشه گفت هر چی رو که به دست میاره خودش به دست میاره و روی پای خودش میسته البته سرنوشت غم انگیزی هم داره محسن اشتهاردیان که بعدا نام خانوادگیش رو به آزمایش تغییر میده در تهران در یک خانواده روحانی و فقیر به دنیا میاد. در همون کودکی پدرش رو از دست میده و چهار کلاس هم بیشتر درس نمیخونه و در سن 11 سالگی برای امرار معاش خودش و خانواده مجبور میشه به کار کردن برای صاحبان صنایع بپردازه. محسن آزمایش شادی‌های های کودکانه رو تجربه نمیکنه و از همون ابتدا از صبح تا غروب در کارگاه های صنعتی به خصوص کارگاهی آهنگری مشغول به کار میشه. تقریبا بعد از هفت سال کسب تجربه و مقداری پسنداز حدود سر چهل تومن و کار کردن برای دیگر صاحبان صنایع یک مغازه خودش را اندازی میکنه و تصمیم میگیره که خودش کار کنه و شروع به ساخت در و پنجرهای فلزی میکنه با توجه به حسن شهرتی که داشته و همینطور صداقت و تجربه‌ای که این سالها پیدا کرده بوده کسب و کارش گسترش پیدا میکنه و میتونه جایی در بازار پیدا کنه در سال 1330 دولت و شهرداری در تهران تصمیم میگیرند که شهر تهران رو لوله کشی کنند. از طریق مناقصه برخی از کارها رو به پیمانکاران میسپارند و محسن آزمایش هم در چند تا از این مناقصه ها شرکت میکنه و موفق میشه چند تا کار رو دست بگیره در سال 1330 به ساخت صندلی های فلزی روی میاره که برخی از سازندگان اتوبوس هم این صندلی ها رو از اون خریداری میکنند در همین سال کارگاهی هم برای آبکاری تأسیس میکنه و شروع فعالیت میکنه اما در سال 1336 کارگاهش آتیش میگیره خودش اعتقاد داره که این آتش عمدی بوده و افرادی که دوست نداشتن اون پیشرفت کنه یا چشم دیدن پیشرفتش رو نداشتن و باهاش دشمن بودن باعث این آتش سوزی شدن به هر حال سرمایش و بخش بزرگی از دستگاه ها و کارگاهش از بین میره و در آتش میسوزه اما محسن آزمایش کمر خم نمیکنه. دوباره تصمیم بزرگتری میگیره و این بار تصمیم میگیره تا کارخانه آزمایش رو بنا بگذاره. حدوداً یک سال بعد از این اتفاق در اسفند 1337 شروع میکنه به بنیان گذاشتن کارخانه آزمایش. شرکت آزمایش در سال 1344 به بهره برداری میرسه و محصولاتی مثل بخاری نفتی، میز، آبگرمکن کن و تخت خواب در آن ابتدا تولید میکرده و به تدریج تنوع محصولاتش با توجه به تقاضای بازار بیشتر میشه و در ادامه و در سال 1347 محصولاتی مثل یخچال، کولر، آب گرم کن، تخت خواب فلزی، بخاری و آجاق گاز تولید میکنه کارخانه آزمایش مواد اولیه مثل کاربراتور و کمپرسور رو از خارج از کشور وارد میکرده و بقیه مواد رو از داخل و بقیه تجهیزات و مواد رو از داخل کشور تعمیم می کرده و اونها رو مونتاژ کرده و به دست مصرف کننده می رسونده از مزیت های کارخونه آزمایش تولید زیاد بوده همین امر باعث می شده که در هنگام خرید مواد اولیه هم که بیشتر از بقیه مواد اولیه می خریده یک تخفیف بین 5 تا 10 درصدی از فروشندگان دریافت کنه و بتونه محصولات رو با قیمت مناسبتری تولید کنه و به دست مصرف کننده برسونه در سال 1347 حدود دو درصد از محصولات کارخانه آزمایش به شیخ نشین های خلیج فارس هم صادر می شده. در همین سال هاست که کارخانه آزمایش 400 نمایندگی در سطح کشور تأسیس میکنه برای فروش محصولاتش و تعداد پرسنلش به چیز حدود 1000 نفر میرسه کارخانه آزمایش سالیانه یعنی چیز حدود 20 درصد تقاضای افزایش مواد اولیه داشته. این نشون میده که کارخانه آزمایش داشته خوب عمل میکرده و در سمت فروش محصولاتش در بازار داشته کم کم جا باز می کرده. روش تولید در کارخونه کم کم به سمتی میره که از تکنولوژی و دستگاه های بهتر و بروزتر استفاده کنن. در نتیجه احتیاج به نیروی کار متخصص و ماهر احساس می شده که در اون زمان در ایران هم کم بوده. در نتیجه کارخونه آزمایش سعی میکنه کارشناسان و نیروهای کار متخصص تربیت کنه و از این رو تعدادی از نیروهاش رو در داخل و خارج از کشور برای آموزش میفرستاده از نظر محسن آزمایش یکی از مشکلاتی که اون موقع وجود داشته کمبود نیروی کار متخصص و ماهر بوده نیرویی که بتونه با دستگاه های مدرن و پیشرفته کار کنه از توقف های احتمالی اونها جلوگیری کنه و در صورتی که اونها به مشکلی برخوردن بتونن دستگاه ها رو تعمیر کنن گفتیم که به همین جهت هم سعی میکنه نیروهای متخصص تربیت کنه و نیروهایی رو به داخل و خارج از کشور برای آموزش اعزام میکنه شرکت آزمایش در ادامه فعالیت خودش با کمک یک شرکت ژاپنی به سمت تولید تلویزیون هم میرن اما ظاهرا در این راه پیشرفت و موفقیت خاصی نداشتن چرا که بعد از مدتی تولید تلویزیون از دستور کار شرکت آزمایش خارج میشه در سال 1354 فعالیت شرکت به حدی گسترده میشه که کارکنان شرکت به چیز حدود 1300 نفر میرسن و محسن آزمایش تصمیم میگیره خارج از تهران در مربدشت شیراز یک کارخونه دیگه تاسیس کنه محسن آزمایش برنامه‌ریزی بسیار خوب و دقیقی برای این کارخونه داشته و آرزو داشته که بتونه اون کارخونه را به قطب لوازم خانگی تبدیل کنه و انواع و اقسام لوازم خانگی رو با کیفیت تولید کنه و علاوه بر تامین بازار داخل بتونه بازارهای صادراتی رو هم دست بگیره. کارشناسان خارجی و مشاوران شرکت هم بر همین عقیده بودن و اعتقاد داشتن تکنولوژی و کیفیتی که در این کارخونه به کار میره میتونه بازار داخلی رو تأمین کنه و شرکت رو به سمت صادرات سوق بده. جالبه که بدونیم محسن آزمایش در ساوه کارخونه فابیست رو هم راه اندازی میکنه تا پنل های پیش ساخته بسازه و برای ساخت کارخونه مردشت از این پنل های پیش ساخته استفاده کنه یعنی اینکه مجموعه خودش رو در چرخش داشته باشه و تقریبا صفر تا صد همه کارهاش در دست بگیره محسن آزمایش برای کارخونه مردشت شیراز آرزوهای بزرگی داشته اما محدودیت های مثل سیمان، آهن، تامین برق، محدودیت گمرکی و بنادر و مهمتر از همه حوادث سیاسی اون سالها باعث میشه که تمام آرزوهای محسن آزمایش تحقق پیدا نکنه بر اساس مطالعات شرکت نفت در اون سالها پرداختی کارکنان شرکت آزمایش چند درصد بیشتر از بقیه کارکنان بوده و محسن آزمایش به این امر اعتقاد داشته که باید معیشت کارکنان به خوبی تعمین بشه تا اونها انگیزه کافی و لازم رو برای کار کردن و تولید محصولاتی با کیفیت داشته باشند تا بتونن محصولاتی مرغوب به مشتریان ارائه کنن همچنین محسن آزمایش خیلی به مدیریت و مدیرانش اهمیت میداده و به هر نحوی که میتونسته اونها رو از لحاظ مالی و پاداش ساپورت میکرده و حتی در مراسم های عروسی اونها شرکت میکرده و گفته میشه بعضی وقتها خودروی خودش رو برای مراسم عروسی در اختیار اونها قرار میداده اما قطار پیشرفت محسن آزمایش در سال 1357 به مانند سایر واحدهای تولیدی و سایر کارآفرینان متوقف میشه و اتهام خروج ارز به محسن آزمایش وارد میشه و مجبور میشه ایران رو به مقصد سوئیس ترک کنه و سازمان ملی صنایع در ابتدا کنترل شرکتش رو به دست میگیره و بعد از اون هم سر چند ارگان و سازمان دولتی دیگه پیدا میشه اما کارخونه ای که محسن آزمایش بنیان گذاشته بود و شالوده اون رو ریخته بود به این زودی ها قرار نبود که از بین بره کارخونه فعالیت خودش ادامه میده در مرودشت شیراز فعالیتها ها بهتر و بیشتر را پیدا میکنه و حتی چند سال بعد در جهت نوسازی و تجهیز کارخونه تجهیزاتی مثل پرسکاری برشکاری و قالبسازی از ایتالیا وارد میشه و سعی میشه تکنولوژی شرکت به روز بمونه و بهتر بشه در این سالها محصولاتی مثل یخچال فریزر یخچال های ساید بای ساید و شومینه و محصولاتی از این قبیل تولید میشه و سعی میشه در گارانتی محصولات هم به مشتریان امتیازات ویژه‌ای داده بشه اما کارخونه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده گفتیم که سر کله چند تا ارگان دولتی دیگه هم پیدا شده بود که قصد داشتن مدیریت کارخونه را در دست بگیرن حالا واقعا من نمیدونم اینها قصد داشتن که کمک کنن به تولید یا نه دیده بودن یک لقمه چرب و نرمی هست از دستشون نره اومده بودن که این کارخونه رو شیرش رو بکشن و نابودش کنن در نهایت هم همین اتفاق میفته اگرچه کارخونه کم و بیش به فعالیت خودش ادامه میداده و در اون سالها پس از انقلاب صادراتی به کشورهای همسایه ایران و حتی یکی دوتا کشور آفریقایی هم داشته اما در نهایت مشکل عدیده کارخونه که مدیریت دولتی بوده و بعد از اون بدهی زیانهای انباشته باعث میشه کارخونه به زمین بخوره در دهه 80 وام های گرفته میشه بدهی ها تصفیه میشه قسمتی از کارخونه بخش خصوصی واگذار میشه اما همه این کارها باعث نمیشه که کارخونه کمر راست کنه در نهایت در سال 87 و 88 تجهیزات و بقیه کارخونه به فروش گذاشته میشه و کارخونه آزمایش چیزی جز یاد، نام و خاطرش باقی نمیمونه کارخونه ای که روزی از بهترین تکنولوژی های روز دنیا استفاده میکرد و در داخل و خارج از ایران حرفی برای گفتن داشت و میتونست نمی‌گیم در سطح جهانی حداقل در سطح آسیایی یا میانه حرفی برای گفتن داشته باشه بازارهای صادراتی رو دست بگیره و به یک برند آسیایی و یا حتی جهانی تبدیل بشه و از تکنولوژی‌های روز استفاده کنه و محصولات با کیفیت ارائه بده در آستانه 50 سالگی رو به ورشکستگی و تعطیلی گذاشته میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه و این سرنوشت تلخ بسیاری از صنایع که ما همزمان و یا حتی زودتر از سایر شرکت های آسیایی بنیان گذاشتیم اما از بین رفتن و تعداد محدودی از اونها باقی موندن و تعداد محدودتری تونستن موفق بشن همونطور که گفتیم در سال 1358 به محسن آزمایش اتهام خروج ارز از کشور زده شد و آزمایش مجبور شد ایران رو به مقصد سوئیس ترک کنه آزمایش نتونست خارج از ایران به مانند داخل کشور موفق باشه کسی که روزانه بیش از 10 ساعت کار میکرد و از کودکی مشغول به کار بود و در ادامه چیز حدود دو هزار خونوار رو رزق و روزی میداد و بهشون کار داده بود حالا محتاج شده بود و چیزی از درون متلاشیش میکرد محسن آزمایش حالا محتاج خونوادش شده بود و دچار مشکلات روحی و روانی شده بود آزمایش پس از مدتی به کشور عربی مراکش نقل مکان میکنه و در این سالها تنها همدم و کمکش پسرش هست آزمایش 14 سال پس از اینکه از کشورش نتیجه ای یک عمر زحمتش دور مونده بود در سال 1371 هجری خورشیدی از دنیا میره و برای همیشه آروم میگیره و در ربات مراکش با خاک سپرده میشه واقعا محسن آزمایش سرگذشت عجیبی داره کسی که یک عمر زحمت کشید و رنج کشید و درست زمانی که وقت اون رسیده بود که حاصل و ثمر این زحماتش رو ببینه از کشور خارج میشه و بعد از مدتی هم که کارکنش نابود میشه محسن آزمایش برای همه ما الگویی هست که میتونیم روی پای خودمون وایسیم و از صفر شروع کنیم اگرچه محسن آزمایش سختی زیادی کشید واقعا دنیای عجیبیه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید ما سعی کردیم اگرچه کارخونه آزمایش از بین رفت اما یاد اون و زحمات محسن آزمایش رو یادآور بشیم و اگر اسپانسر خوبی هم بتونم پیدا کنم از اونجایی که فیلمی در خور شایسته محسن آزمایش ساخته نشده حتما یک فیلم در مورد اون تهیه کنم و یا یک مستند چرا که اگر محسن آزمایش در کشورهای دیگه بود حتما تا الان راجبش فیلم های زیادی ساخته بودن امیدوارم که بتونم کمک کرده باشم و همه صاحبان صنایع و به همه اونایی که دوست دارند کار راه بندازند و به اطلاعات شما اندکی اضافه کرده باشم. اگر در این ویدیو مشکلی بود لطفا در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و ما رو دنبال کنید و در صورتی که موضوعات خاصی مورد علاقه شما هست در کامنت ها به ما بگید تا در مورد اونها با شما صحبت کنیم و ویدیو تهیه کنیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید و ممنون از نگاه شما. خدا نگهدار.